روز 26 آوریل پاریس با بوی نان داغی که از صدها نانوایی به مشام می‌رسید روز خود را آغاز کرد، اما فقط یک نفر افتخار پخت بهترین باگت را در شهر به دست خواهد آورد. ریدا گودیر روز سه‌شنبه گذشته عنوان بهترین نانوا را کسب کرد. وی در رقابتی تنگاتنگ با 203 نانوای پاریسی برای انتخاب بهترین تهیه کننده نان که یکی از مهمترین محصولات اصلی فرانسه می‌باشد شرکت کرد. برنده این مسابقه علاوه بر دریافت 4000 یورو به عنوان متصدی تدارکات رسمی کاخ الیزه، مسئول تامین یک سال نان باگت رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند خواهد شد. نانواهای مضطرب در روز مسابقه در راه پله و راهروها صف کشیده و با باگت‌های بسته‌بندی شده بر روی سینی و یا حتی در کوله پشتی‌هایشان در انتظار این رقابت بودند. خانمی به نام کامیل روسو که برای اولین بار در این مسابقه شرکت کرده بود گفت تمام مراحل این رقابت اضطراب‌آور است. ما وقت بسیار زیادی صرف کردیم، حتی خیلی بیشتر از معمول، تا بتوانیم بهترین و جذابترین باگت را بپزیم. بنابراین امیدوارم برنده شوم. این کار واقعا پردغدغه است. همینطور بسیار هیجان انگیز است که خودتان را با بقیه نانواهای شناخته شده پاریس که معمولا کارشان در منطقه ما خوب است مقایسه کنید. اما باید این را نیز در نظر گرفت که باگت ما کیفیت مورد نیاز برای بهترین شدن در پاریس را دارد. هر شرکت کننده دو عدد باگت را در مسابقه ثبت می کرد که یک نوار سفید رنگ با شماره شناسه روی آنها بسته می شد. آنها بعداً به دقت وزن و اندازه گیری می شدند. 52 مورد به علت تخلف از قوانین سخت مسابقه کنار گذاشته شدند. در میان داوران پاسکار باریلون برنده سال 2011، کارشناسان مواد غذایی و 6 نفر منتخب مردم از طریق اینترنت حضور داشتند. یک داور آمریکایی کارشناس مواد غذایی مستقر در پاریس به نام مگزین بک گفت عوامل زیادی وجود دارند که ممکن است باعث خوب عمل نیامدن بافت باگت شوند. اگر داخل باگتی حالت چسبندگی و لاستیکی بوده و یا خشک و پودری باشد جالب نخواهد بود. دوست دارم بیرون باگت ترد بوده و به خوبی عمل آمده باشد. هنگام بریده شدن صدای خرد شدن آن شنیده شود و وقتی آن را باز می‌کنید حفره‌هایی در آن ایجاد شده باشد. برای مثال این نمونه خوب عمل نیامده. کارشناسان مواد غذایی پس از امتحان نمونه های ارائه شده گودیر را از نانوایی جنوب پاریس به نام بهشت خوشمزه به عنوان برنده انتخاب کردند. گودیر در پاسخ به اینکه چه عاملی در استثنایی شدن باگت هایش مؤثر بوده اظهار داشت که روش های قدیمی و قدری صبر و حوصله موجب موفقیت وی شده است. کردن باگت های ما تحقیقات بسیاری انجام دادیم. خمیر را یک روز قبل ورز داده، آن را از 24 ساعت قبل 70% مرطوب کرده و از مخمر کمتری استفاده کردیم. ما آنها را با دست درست میکنیم. این نان است که به خوبی استراحت کرده و با مهارت دست به سبک قدیمی آماده شده است. گودیر افزود که امیدوار است اولان نیز مانند مشتریان عادی او طرفدارش باشد.